به نام توبه پذیر گناهکاران عالم. رضا ابراهیمی هستم، عرض ارادت خدمت همه شما خوبان. دوستان گرامی، کلیپی رو تقدیمتون میکنم در رابطه با تفاوت رنگ تپه ها. خدمتتون عرض بشه که در رابطه با تپه ها مطالب بسیاری رو شنیدید، اما میخوام یک سری از به نوعی توضیحاتی که تا به حال نشنیدید و در جایی به گوشتون نخورده رو خدمتتون عنوان بکنم. امیدوارم که مورد پسندتون واقع بشه. اولا باید اشاره بکنم که تپه ها، دوستان گرامی، اسرار و رموز بسیاری رو در دل خودشون جای دادن. خدمتتون عرض بشه که مثل یک چاهی میمونه تپه، که هر چاهی برای یک مقصدی، برای یک مقصودی، برای یک منظوری حفر شده، و این تپه ها هم دوستان گرامی هر کدومشون برای یک هدف و یک منظوری ایجاد شده. در رابطه با تپه ها دوستان گرامی، تپه ها به نوعی شناسنامه هستند. شناسنامه یک تمدن میتونه باشه، شناسنامه یک محیط میتونه باشه، شناسنامه یک مکان سکونتگاهی میتونه باشه. میتونه یک تپه با تحقیق و مطالعه یک تپه بیماری که در اون مکان فراگیر شده رو مشخص کرد، میتونه تجارت اون مکان رو مشخص کرد، میتونیم با تحقیق در رابطه با یک تپه نحوی سکونتشون، آدابشون، رسومشون، آیینشون، نحوی زندگی کردنشون، آداب، گویش، لهجه، بیان، نوع تجارت، نوع کار، نوع بیماری و حتی وسایلی که استفاده میکردن، اون وسایل آیا به نوعی خیلی متمدنانه و مترقی بوده یا در سطح خیلی سطح پایین و به نوعی خیلی خیلی قدیمی تر. در هر حال تپه، دوستان گرامی، ارزش بسیار بالایی برای تحقیق داره، و اینکه برخی از افراد میرن تپه ها رو میشکافند با لودر و بولدوزر، دوستان گرامی، کار صحیحی نیست. چرا؟ چون اونها فکر میکنن که این تپه درونش چیزی داره، اما اگر یک مقدار در رابطه با باستان علم داشته باشن دست به اون تپه نمیزنن. اما خاک تپه، مبحث ما دوستان گرامی، دلیل تفاوت رنگ تپه ها بود. ما تپه ها رو میبینیم به رنگ های مختلف، یکی میبینیم خاک زرد داره، یکی میبینیم خاک سرخ داره، یکی میبینیم خاک سیاه داره، برخی از تپه ها خاکشون همرنگ سایر محیط هستن. این تفاوت رنگ خاک ها بسیار بسیار حائز اهمیت هست. اما دلیل تفاوت رنگ بودن یک تپه با سایر تپه هایی که شما دیدید در چی هست؟ ببینید، این تفاوت رنگ، دوستان عزیز، یک نوع هدیه است، یک نوع پیشکشه، یک نوع هدیه یا یک پیشکش از سمت یک قبیله برای مردمان اون سکونتگاه، که به نوعی اون هدیه و پیشکش سبب ارزش و احترام برای قبیله مجاور بوده. و اون هدیه و پیشکش چی است؟ خاک است. یعنی می اومدن یک خاک رنگی رو، یک قبیله هر کدومشون یک مقدار خاک رنگی می آوردن، می ریختن روی اون شخصی که در اون تپه به نوعی خدمتون عرض بشه دفن شده، یک نوع آیین تدفین خاک، با توجه به آیین تدفین خاصشون در درون تپه تدفین شده.
قوم مجاور دیگه برای ادای احترام، الان برای ادای احترام گل میارن، برای ادای احترام یه پلاکارت، یه پارچه میمیسن رو در و دیوار یا یه آگهی میدن. در گذشته رسم بوده، در برخی از زمانها رسم بوده، خاک رو می آوردن می ریختن روی این تپه. حالا اون خاک می تونه خاک سرخ باشه، یه گروه دیگه خاک زرد می آوردن، در یک مقطع دیگه، در یک دوره دیگه خاک سیاه می آوردن. پس این خاک ها، خاک های رنگی که ما روی تپه ها می بینیم، یک نوع پیشکش بوده، یک نوع ادای احترام بوده به سبب ارزش و مقام اون شخصی که در اون مکان آرمیده، شخصی که در اونجا فوت می کرده. و دلیلشون چی بوده که این خاک ها رو می آوردن؟ دلیلشون این بوده که این خاک ها رو بر روی جسد اون شخص می ریختن تا اون شخصی که فوت کرده مورد لطف خدایان و ایزدان دوره خودشون قرار بگیره و به نوعی روحش عروج بکنه به زبان فعلی ما ملکوت اعلی، روحش در آرامش باشه و به نوعی در دنیای واپسین زندگی خوبی رو تجربه بکنه. و حتی ممکنه به جای یک جسد در یک تپه قبر خانوادگی باشه، باز هم با توجه به آیین و دوره به نوعی قبیله های مجاور می اومدن خاک های رنگی خاصی رو بر روی این تپه ها می ریختن یا پیشکش می کردن یا اهدا می کردن. پس دوستان گرامی، رنگ هایی که خاک های رنگی که روی تپه ها می بینید، اینها همه پیشکش و هدایای قبیله های مجاور هست برای اون شخصی که در دل اون تپه فوت کرده و در اون تپه تدفین شده. دوستان گرامی، حمایت هم کنید، هر لایکی که میزنید، هر سابسکرایبی که میفرمایید، همه اینها دوستان گرامی قطره قطره جمع گردد، وانگهی اقیانوس شود. هر لایکتون، هر سابسکرایبتون برای ما ارزشمند هست. برخی از دوستان پیام میدن که من کلیپاتون رو میبینم اما به خاطر اینکه شناسایی نشم لایک نمیکنم. شما با لایکتون، با سابسکرایبتون، هیچ ارگانی، هیچ شخصی نمیتونه شما رو به نوعی ردیابی بکنه که شما چه کانال هایی رو میبینید. اصلا این یک فکر اشتباهی هست و اگر واقعا کانالمون رو دوست دارید و بیش از 2200 تا کلیپ خدمتتون ارائه دادم، همه اینها مرهون حمایت های شماست. لطفا حمایت بفرمایید. مهرتون جاوید. بدرود.